صلیب سرخ جهانی امروز در سازمان ملل اعلام کرد امکانات خود را به کمک رسانی به 20,000 آسیب دیده در جزیره آباکوی باهاماس متمرکز کرده. همکارم بهنام ناطقی از نیویورک همراه ماست در این ارتباط، جزئیات بیشتری بده بهنام. خب می‌دونید که طوفان دوریان بیش از 18 ساعت روی جزایر باهاما متوقف شده و برآورد اینه که بیش از 10 میلیارد دلار تا حالا خسارت زده در باهاما و در جزایر دیگه باهاما. صلیب سرخ جهانی تمام اهالی دو جزیره اوباکو و باهامای کبیر رو که با توجه به گستردگی خسارت ها نیازمند کمک میدونه، تمرکز داده روی امدادرسانی بر 20,000 نفر از اهالی اوباکو. In terms of needs, از نظر نیازها اعتقاد ما این است که جزیره آباکو بیشترین شمار اهالی آسیب پذیر را دارد و به خصوص یک جامعه هایتی در این جزیره هست که برای جبران خسارات و بازسازی به بیشترین کمک نیاز دارند. بر اساس محاسبه صلیب سرخ جهانی دست کم 62,000 نفر در هر دو جزیره به آب آشامیدنی احتیاج دارند. کمک اضطراری به اونها در دستور کار صلیب سرخ و کل سیستم سازمان ملل قرار داره، ضمن اینکه 13,000 خونه یا 45% از کل واحدهای مسکونی در این دو جزیره نابود شده. برای این کمک ها صلیب سرخ تا حالا معادل 511,000 دلار از محل بودجه اضطراری برای صلیب سرخ باهاما و فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ تأمین کرده و هواپیمایی با تجهیزات امدادی برای دست کم 800 خانوار آماده پرواز شده که به محض باز شدن فرودگاه ها کارش رو شروع خواهد کرد. با توجه به ارقامی که دریافت کرده ایم که نیاز به تایید بعدی دارند، استنباط ما این است که 14,000 نفر در جزیره آباکو و 48,000 نفر در جزیره باهامای کبیر به کمک های غذایی احتیاج دارند و ارزیابی نهایی 3 روز طول خواهد کشید. در فرودگاه گارد ساحلی آمریکا در آباکو که روز یکشنبه مورد حمله بادهای شدید 295 کیلومتر در ساعت قرار گرفت، 21 تن مجروح شدند. نکته مهم در مورد طوفان دوریان که صبح امروز سه‌شنبه شدت اون 2 نمره پایین اومده و به درجه 3 تنزل کرده، این هستش که تقریبا بی حرکت روی شمال باهاما متمرکز بوده. در دو جزیره باهامای کبیر و آباکو که در مرتفع‌ترین نقاطشون هیچ کدوم بیشتر از 12 متر از سطح آب بالاتر نیستن، 70,000 نفر زندگی میکنن.